موساد وقتی در 11 آوریل 1961 یک تبعه کشور آلمان را از آرژانتین رو بود، در واقع کلید یک صحنه آرایی بزرگ رسانه‌ای در سطح جهان را زده بود. آیشمن متهم به این بود که در ماجرای هولوکاست نقش داشته و برای اون یک دادگاه بزرگ و طولانی در بیت المقدس یا به قول خودشون اورشلیم ترتیب دادن. این روش رسانه‌ای اردوگاه غرب در موضوعات مختلفه که در ادبیات محاوره‌ای فارسی به اون راه بنداز و جا بنداز میگن. هولوکاست با همین روش تبدیل به یک ناموس تاریخی برای صهیونیسم غرب و اروپا شد تا سالهای بعد حتی پژوهشگری مانند روژه گارودی به اتهام انکار هولوکاست در دادگاه‌های فرانسه محاکمه بشه. این شیوه هنوز هم ادامه داره. این روزها در سوئد دادگاهی برای بررسی واقعی جعلی به نام اعدام‌های سال 67 در حال برگزاریه تا ذهن مخاطب اروپایی رو به تاریخ پیوند بزنه. حمید نوری در استکهلم سوئد با خشونت روبوده شد تا پرده اول این صحنه آرایی آغاز بشه. هواپیما نشست تو فرودگاه آلانده استکهلم. از در هواپیما که من خارج شدم، 4 تا پلیس هر کدوم 2 متر قدشون بیشتر بود. فکر کنم اینو هنوز جایی نگفت. گفتن نوری. گفتم خدا منو چسبوندن تو سینه همون ورودی هواپیما جلو مسافرهای ایرانی. اصلا من شوکه شدم. ساکای منو که تو بارمون یه روز سختی بود. یک لحظه همه چیزای عالم تو ذهن و تو مغز من وارد شد. منو آوردن پایین از هواپیما. من فکرم کار نمیکرد. آوردن منو همین زندان با یه ماشین در سلول انفرادی. خیلی به من سخت گذشت. فقط خدا میدونه. و بیشتر ناراحت خانوادم بودم، مخصوصا دخترم و همسرم.